درود بر شما، امید هستم. اینجام رو دست شما هم شاهده، رو دست دیگری هستید. اکشن. سوم آبان 1357 بیش از 1100 تن از زندانیان تروریست و خرابکار و خطرناک به دستور وزیر وقت یعنی محمد جعفر شریف امامی از زندانهای اوین و قزلحصار و زندان قصر آزاد می شود. محمد جعفر شریف امامی پیشتر بابت باج دادن به شورشیان 57 تقویم شاهنشاهی ایران را به همان تقویم هجری که مبدأش فرار محمد پیامبر مسلمانان از مکه به مدینه بود تغییر می دهد. شریف امامی بابت باج دادن به شورشیان 57 حزب رستاخیز را نیز منحل می کند و همچنین کافه ها و دیسکوها را بنا به خاص عقب افتاده های شورشی تعطیل می نماید. در این برنامه تصمیم گرفتیم به شما نشان بدهیم زندانیان آزاد شده در سوم آبان 1357 چه جانیانی بودند و چه کارهای زننده ای را در کشور ما انجام داده بودند. خانوم ها و آقایان، زندانیان تروریست و خرابکاری که در سوم آبان 1357 از زندان آزاد شدند چه کسانی بودند؟ موضوع این هفته برنامه رودست است. نخستین زندانی معروف که به اون میپردازیم سفر قهرمانی تروریست و خرابکار بود. سفر قهرمانی افسر فرقه دموکرات آذربایجان بود که کلی از همیهنان ما را کشت و پس از شکست فرقه آذربایجان به عراق رفت. آنجا دستگیر شد، یک سالی بازداشت بود، سپس به ارومیه می آید و دستگیر می شود. اول به اعدام، سپس به حبس ابد محکوم می گردد. در هنگام آزادی 32 سال زندانی بود. حالا فکر میکنید چقدر بابت همین سفر قهرمانی خائن سازمانهای حقوق بشری به حکومت پادشاهی فشار آورده بودند. از دیگر زندانیان آزاد شده افسران جاسوس حزب توده بودند که البته بیشترشان پس از آزادی توسط حکومت مطبوعشان تیرباران شدند. نام برخی از افسران جاسوس حزب توده که در سوم آبان 57 آزاد شدند: ابوتراب باقرزاده که در سال 67 اعدام شد، تقی کیمنش‌زاده که در سال 61 اعدام شد، عباس حجری که در سال 67 اعدام شد، آقای رضا شلتوکی در 29 آبان 1362 زیر شکنجه کشته شد، محمد علی عمویی پس از آزادی دوباره دستگیر می شود، حکم اعدام می گیرد، تواب می شود و سپس بعد از 12 سال از زندان آزاد می شود. اسماعیل ذوالقدر سال 61 دستگیر می شود و در سال 67 اعدام می گردد. در خاطرات تقی کیمنش می خوانیم که به عنوان بازپرس دادستان ارتش سخت‌ترین لحظات زندگیش اون زمانی بوده که داشت جاسوسان همرزم خودش در حزب توده رو بازجویی می کرده. این به ما نشان می دهد چه جانورانی در زندان‌های حکومت پادشاهی بودند. شکرالله پاک‌نژاد از دیگر زندانیان تروریست گروه فلسطین بود که در سوم آبان آزاد می شود. شکرالله پاک‌نژاد باور به کارهای تروریستی و مسلحانه داشت و به همین منظور با دوستانش گروه فلسطین را تأسیس کردند و اعضای گروه را برای آموزش به لبنان و فلسطین می فرستادند تا دوره‌های چریکی را از فلسطینی‌ها بیاموزند. گروه فلسطین یک گروه کوچک مارکسیستی بود که برای کارهای تروریستی در ایران تشکیل شده بود. شکرالله پاک‌نژاد در سال 1360 خورشیدی با حکم لاجوردی تیرباران شد. از دیگر زندانیان آزاد شده می توان به کاکغنی بلوریان از اعضای حزب تروریستی دموکرات کردستان و از اعضای حزب جاسوسی توده نام برد که پس از آزادی به حزب تروریستی دموکرات می‌پیوندد و در مذاکراتی که حزب دموکرات کردستان با دولت موقت بازرگان انجام می‌دهد ایشون نیز شرکت داشتند. فؤاد مصطفی سلطانی پایه‌گذار حزب تروریستی کمله در سال 48 بازداشت می‌شود، در سوم آبان آزاد می‌شود، در سال 58 در هنگام درگیری مسلحانه توسط نیروهای مرزی کشته می‌شود. از دیگر اعضای آزاد شده احزاب مختلف تروریستی کردنما با چاشنی کمونیستی می توان به طیب روح اللهی، حامد طاهری، خلیل بروریان، جمال رحیمزاده
و مصطفی سلطانی اشاره کرد که بیشترشان در فعالیت‌های تروریستی به منظور تجزیه کردستان از مام میهن جان ناپاکشان را از دست دادند. از دیگر زندانیان آزاد شده به خانواده اعظمی لرستانی که عموماً از اعضای سازمان تروریستی فدایان خلق بودند میتوان اشاره کرد. از اعضای این خانواده افرادی همچون جمشید سیاهوند، فریدون اعظمی، حب‌الله معینی، توکل اسدیان، سیامک اسدیان، زهرا بهکیش، حمیدرضا نصیری مقدم، فرید اعظمی، فرخنده اعظمی و رخشنده اعظمی بودند که در 3 آبان آزاد شدند و بیشترشان بعدها در فعالیت‌های تروریستی کشته شدند. خانواده شایگان شام اصری که شامل پدر خانواده قلیچ و مادر خانواده فاطمه سعیدی معروف به مادر شایگان بود در این روز آزاد می شوند. پیشتر تیم روده از برنامه 98 خودش را به جنایت ها و سوء استفاده این خانواده از فرزندان خردسالشون که شامل 4 فرزند پسر بود که در عملیات های تروریستی کشته می شوند اختصاص داده. برای آگاهی بیشتر و ریز جزئیات جنایت این خانواده که مادرشون همچنان در آلمان مفتخر هستن به سوء استفاده از کودکان و براشون مراسم های آنچنانی می گیرن مراجعه کنید. خانواده محجوبی که شامل 1 برادر و 2 خواهر بودند و با برادران مختاری و همچنین برادران صبوری، عبدالعظیم و عبدالرحیم که همگی از تروریست های فدایی خلق بودند و عموماً در هنگام عملیات تروریستی توسط حکومت مطبوعشان کشته شدند. از گروه تروریستی مارکسیستی گل سرخی که قصد داشتن شهبانو و شاهداری 14 ساله را بدوزن، عباس سماکار، رضا علامه‌زاده و تیفور بطاهی آزاد شدند و هم‌اکنون در خارج از کشور مشغول شرح سلحشوری‌های خودشون با کتاب و مستند و مصاحبه می‌باشند. یحیی رحیمی از تروریست‌های فدایی خلق از آزاد شدگان بود که در سال 60 به جوخه اعدام سپرده شد. در این روز خیلی از زندانیان سازمان تروریستی مجاهدین خلق آزاد می شوند. محمد رضا طلوع شریفی، علی حاج فتحعلی، محمد اسماعیلی، داوود سهیلی، مرتضی مصنع، یدالله آبهش، جواد زنجر فروش، نامور صفایی، شهاب راسته دهکردی، سیاوش سیفی، محمد ضابطی، مصطفی موسوی، عزت الله اشتری، حسین جنتی فرزند آخون جنتی، محمد رضا راتبی، اصغر محکمی، محمد رضا سعادتی، ابوذر ورداسبی، رحیم حاج سید جوادی، حسین معین‌فر، مرتضی احمدی. تمامی این زندانیان پس از شورش 1357 توسط حکومت برآمده از شورش 57 کشته شدند. زندانیان چپگرای بیشماری هم در این روز آزاد می‌شوند که سپس توسط حکومت برآمده از شورش 57 به بهانه‌های مختلف کشته می شود. از زندانیان چپگرا نیز فرج الله سعیدی، علیرضا شکوهی، دکتر غلام ابراهیم زاده، رستم بهمنی، انوشیروان لطفی، اصغر فرجخواه، بیژن چهرازی، محمد علی پرتوی، علی مهدی زاده ولوجردی، عبدالله افسری، محسن دماوندی، یوسف آلیاری، غزل ایاق، مرداد پاکزاد، چنگیز احمدی، برادران خسرو شاهی و مسعود شمائی نیز در سالهای اولیه دهه 60 در زد و خوردهای تروریستی توسط جمهوری اسلامی کشته شدند. در اعدامهای سال 67، تموئینی، حسین قاسم نژاد، زین العابدین کاظمی، گالیک آوانسیان، هدایت الله معلم، حمید اسماتی، آصف رزمدیده، صابر محمدزاده، مهدی حسنی پاک و اکبر صادقی بناب نیز در دادگاهی چند دقیقه‌ای رژیم محکوم شدند و به جوخه های اعدام سپرده شدند. نحوه اعدام 2 از زندانیان آزاد شده توسط حکومت جمهوری اسلامی هم قابل توجه است. اولیش رشید حسنی فرزند ملا حسنی می باشد که به دستور پدر خودش اعدام میشه. دومیش هم محمد طریق الاسلامه که از هواداران مجاهدین بود که توسط مادر خودش لو میره و اعدام میشود. محمد رضا زمانی زندانی چپگرایی که در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 کتاب فروشی خودش رو محولی برای تروریستای چپگرا کرده بود در این روز آزاد میشود. ایشان اکنون در کشور سوئد در یکی از خانه‌های سالمندان روزگار خودشونو می‌گذرانند. 4 نفر از زندانیان آزاد شده به نام هادی قیرایی، عزت آقاپور، کیومرث قلی‌زاده
و سیاوش بیرانوند نیز بر اثر تصادف با اتومبیل در ایران درگذشتند. هاشمی رفسنجانی، عزت شاهی و حسین شریعت‌مداری از دیگر زندانیان آزاد شده بودند که پس از شورش 57 به قدرت رسیدند و خون ملت ایرانو در شیشه کردند. دیگر زندانیان سیاسی مذهبی مانند حجتی کرمانی، لاهوتی، بهزاد نبوی، صحابی، صمیمی بهبهانی همکنون مورد غضب رژیم اسلامی هستند. علی اشرف درویشیان، ویدا حاجی تبریزی و تقی حمیدیار نویسنده حامی سازمان تروریستی فدایان خلق بودند که در این روز آزاد شدند. مرتضی محیط، ناصر کاخساز، نسیم خاکسار، بهزاد کریمی، علی پورنقوی، فریدون احمدی، مهدی سامه، حسن حسام، عبدالله مهتدی، احمد پورمندی، محمد رضا شالگونی، جلال شالگونی، رضا مقصدی، ابراهیم محجوبی، محمد اعظمی، نادر عصاره، پرویز نویدی، روبن مارکاریان، امیر مبینی، بهروز خلیق، ایرج فرزاد و ناصر رحیم خانی از دیگر زندانیان جریانات تروریستی چپ و مجاهد بودند که آزاد شدند. پس از 38 سال تاریخ به ما می آموزد و نشان می دهد کسانی که در زندانهای حکومت پادشاهی بودند بابت افکار خطرناکشون بود و پس از آزادی به گونه های مختلف دستشان به خون ملت ایران آلوده شد و خیانت های بیشماری رو به مام میهن انجام دادن و آن زمان به درستی و حتی بیشتر از این حرفا بایستی در زندان های حکومت گذشته مبعوث میشدن. شوربختانه مشاوره های نادرست به پادشاه بیمار که بابت مصرف قرص قدرت تصمیم گیری درست نداشتند و آزادی این زندانیان خطرناک باعث شورش 57 و نابودی زندگی میلیون ها ایرانی شد. اگر در این برنامه احساس کردید حرف درستی زده شده، با پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را حمایت کنید. برای بالا رفتن کیفیت و پخش بیشتر این برنامه ها در فضای مجازی اسپانسر مالی ما شوید. این برنامه را هم که همکنون دیدید برای توی دهنی زدن به تمامی شورشیان 57 تا اونجا که می توانید به اشتراک بگذارید، لایک زدن و اینوایت دوستانتون بر روی پیج فیسبوک رو دستم یادتون نره. ایران بزرگ، آرمان بزرگ می‌خواهد. تا برنامه بعدی، رودست دیگر، آینده ایران بدرود.